تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری عامل حمله به باشگاه شبانه رینا در استانبول ادامه دارد. این حمله که مقامات استانبول آن را تروریستی توصیف کرده اند در ساعت 1:15 بامداد یکشنبه به وقت محلی روی داد. مهاجم مسلح به کلاشینکوف که لباس بابا نوئل به تن داشت قبل از ورود به باشگاه یک پلیس و همچنین فردی غیر نظامی را که در ورودی باشگاه حضور داشتند کشت. سپس وارد باشگاه شده و به روی مردمی که در حال برگزاری جشن بودند آتش گشود. به گفته شاهدان مهاجم در زمان تیراندازی به سوی مردم جملاتی را به زبان عربی فریاد می‌زد. برخی از شاهدان از حضور چندین مهاجم خبر دادند، اما وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که با توجه به یافته‌های اولیه اعتقاد بر این است که عامل این حمله تنها یک نفر بوده است. او همچنین گفت 39 نفر در این حادثه جان خود را از دست داده اند و تاکنون اجساد 21 نفر از کشته شدگان شناسایی شده که در میان آنها اجساد 16 خارجی نیز وجود دارد. 65 نفر از مجروحان نیز همچنان در بیمارستان به سر میبرند که حال 4 نفر از آنها وخیم گزارش شده. باشگاه رینا یکی از مشهورترین باشگاه‌های تفریحی استانبول است که در کنار تنگه بوسفور قرار دارد.